بسم الله الرحمن الرحيم. بیا ای که عمرت به هفتا درفت، مگر خوفته بودی که بر باد رفت. بیا ای که عمرت به هفتا درفت، مگر خوفته بودی که بر باد رفت. همه برگ بودن همه ساختی، به تدبیری رفتن نپرداختی. همه برگی بودن همه ساختی، به تدبیری رفتن نپرداختی. قیامت کی بازاری میمونی هن، منازل به اعمالی نکودی هن. قیامت کی بازاری میمونی هن، منازل به اعمالی نکودی هن. بزاعت بچندان که آری بری، وگر مفلسی شرم ساری بری. بزاعت بچندان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، رواه مسلم رحمه الله. حضار گرامی، برادران مومن، در جمعه قبلی در مورد افراط گرایی یا غلو، تجاوز از حد در دین سخن گفته بودیم. الله متعال در کتاب خود مذمت دو قوم خیلی مشهوری که صاحب کتاب بودند، الله متعال برایشان راه مستقیم توسط انبیاء علیهم الصلاة والسلام توضیح داده بود، اما او مردم خط مستقیم ایلا کرده، راه انحراف و از حد تجاوز در پیش گرفتن، خصوصا قوم نصارا. الله متعال بدی و مذمت دو قوم در کتاب خود برای تنبیه و آگاه کردن امت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه که مبادا امت پیغمبر علیه الصلاة و السلام به این مرض مهلک گرفتار شوه که سبب هلاکت اقوام گذشته بود. پیغمبر علیه الصلاة و السلام در طول زندگی خود هم از این نقطه بسیار زیاد خوف و حراس داشت، امت خود از این امر سخت می حراسان، تخویف می داد امت خود که در این طور مرض مبتلا نشوه. اما دشمنان دیرینی اسلام، یهود، دیدن که دیگر راه مبارزه و مقاومت برای ما موجود نیست، از این را داخل جامعه اسلام شد و داخل معاشره اسلام شد، مردم با عنوانهای محبت دین از خط مستقیم منحرف ساخت که با تأسف اثرات شوم و ناگواری از او امروز ما شما در لباسها و رنگهای مختلف میبینیم و زهر از او را ما شما امروز میچشیم. از این خاطر که امت اسلامی باید آگاهی کامل در مورد راه مستقیم و دین حق داشته باشه، از مهم است که راه افراطگرایی یا غلو در دین را هم بشناسه و جایی که تفرید آمده، نقصان آمده، او را هم باید آگاهی داشته باشه تا سالم باقی بمانه. در غیر از او انحراف حتما در دین می آید. در جمعه قبلی هم گفته بودم که بسیار موضوع مهمه که در زندگی انسان برش زیاد نیازمند است، موضوع در راه مستقیم روان شدن و راه مستقیم کمایی کردن است. از امو خاطر است که در یک رکعت نماز هم
بدون این سوال ما و شما نماز ما تکمیل نمیشه. هر کدام ما اهدینا صراط المستقیم میگیم. امی صراط مستقیم الله متعال دمی سوره فاتحه تشریح کرده. صراط مستقیم راه او کسانی است که الله سرش انعام کرده. طایفه ای که الله سرش انعام کرده خود الله متعال او را بر ما معرفی میکنه. و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. الله متعال آدرس بر ما میده که او کسایی که الله سرش انعام کرده و یا در راه مستقیم قرار دارن چهار طایفه را بر ما معرفی میکنه. انبیاء علیه الصلاه و السلام کسانی که دعوت انبیاء علیه السلام در ساعت اول فل فور بدون کدام درمانی و تمهل لبای گفت، انبیاء علیه الصلاه و السلام دعوتش تصدیق کرد، او را به نام صدیقین یاد میکرد. سوم طایفه کسانی که از امید دعوت از جان خود تیر شد، از خون خود تیر شد، از مال خود تیر شد، قربانی داد، او مردم به نام شهدا یاد میکنه. چهارم طایفه کسانی که با طول زندگی و تاریخ، با طول زمانه امو تعلیمات والای رسول الله صلی الله علیه و سلم فراموش نکرد، به مو خطی که رسول الله برش ترسیم کرده بود دمو خط روان شد، یک بلست از او خطی طرفی طرف نشده. امی گروه خیلی کم و قلیلی هست که تا روز قیامت باقی میمانه. امی گروه ناجی است و امی گروه کامیاب است، سعادت نصیب امی مردم است. الله متعال بکنه که ما هم در او گروه شامل باشیم. خوش شامل شدن در او گروه شرط برای خود داره که خط مستقیم را بپیمایه، آرا و نظریات و مفکوره های خود از کسی دیگری را از خط مستقیم رسول الله صلی الله علیه وسلم کده بالاتر و بلندتر ندانه. دین امو دین بدانه که صحابه تشریح کرده، دین امو دین بدانه که صحابه عمل کرده، عبادت امو عبادت که وا انجام داده، از خود راه های غلط و نامشروع را نکشید به نام های دین. دین که تباه میشه توسط افرادی که نمایندگی دین اعلان میکنه و مردم پیروش میشه، او مردم چهار روز که وقتی دید مردم او را خیلی عزت میکنه، احترام میکنه، باز به رأی خود، به عقل خود، به نعوذ بالله به نظر و فکر خود راه های دیگری را برای خود میکشه. شما شاهد بودی امیال فلحال در این کابلتان بلکه در ولایاتتان افراد قرار داره به نام پیر صاحبا و میگه ما تمام شریعت از نفس خود میگیریم، ضرورت به کتاب الله و سنت رسول الله نداریم. او مردم هم اعلان داره و یک تعداد مردم قطع ازوا یک جای روان است. در جمعه قبلیم براتون گفته بودم امیالی در جوی شیر اوجا یک عالم از شکم خود تفسیر آیات قرآن کریم کرده رو است و صدها نفر مردم برش نشسته است، گوش برش گرفته، یک کسی پیدا نشد، یک غیرتی پیدا نشد که میخست که جناب مولوی صاحب تو در سر منبر رسول الله استاد استی، این تفسیر آیات قرآن کریم که میکنی در کدام تفسیر مدول، در کدام تفسیر مدون، در کدام تفسیر مشهور مسلمان ها موجود است، این از کجا میگی؟ و میگه تعالی را این حقیقت هیچ کس درک نکده، نه صحابه، نه تابعین، نه تبع تابعین، این ملاها خود هیچ، این را فقط ما درک کردیم، ما طریقه چشکی هست و این درک کرده. اینی را انحراف در دین میگه. بنی اسرائیل که تباه شد توسط اونمو علمایی که پسانا به رأی خود، به فکر خود تفسیر تورات و انجیل کرد، اونو مردم هلاک شد. نصارا نه تنها که عیسی علیه السلام از مرتبه پیغمبری به الوهیت رساند، بلکه علمایی که انجیل می فهمید او مردم ها هم از مقام و منزلتشان خیلی بالا عقیده کردن، او را بالا تراشیدن که سبب هلاکت امو امت ها شد. پیغمبر علیه السلام در مورد غلو و افراد بسیار زیاد امت خدا بر حذر می داشت، هم در مسئله عقیده و هم در مسئله عمل. شما وقتی خطبه های پیغمبر علیه السلام ببینید که پیغمبر علیه السلام زمان یک کسی را دیده که او از حد تجاوز کرده سخت غصه می شد، چهره مبارک سرخ می گشت و تقریر ارائه می کرد، خطبه می داد به خاطر که مردم مبتلا به این مرض نشود. اما افسوس است امروز که ما میبینیم تمام بدبختی ها از این ناحیه پیدا شده. امروز در مقابل حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم قول یک عالم عادی خیلی برتر و قویتر شمرده میشه
کتابی که یک عالم نوشته کرده او خیلی اهمیت داره. در کل مساجد افغانستان بگردی، در 100% شما 10% مردم مسلمان متدینی که یقینا پابند تابیداری رسول الله را بکنه، نمیبینی که اشاره به سبابه بکنه به خاطر که تابیداری کتاب خلاصه را میکنه. و فقط قول خلاصه را، صاحب خلاصه را، او شخصی را که خود علما احناف در موردش میگه که اگر تاویل قولش نباشه فتوای کفری یا علم ما میدیم به خاطر که سنت رسول الله را حرام گفته. اما امروز 80% ملت افغانستان تابیداری، اما کتاب ریزه که مصنفش فهم معلوم نیست، مصنفش هم هیچ کسی نمیشناسه، اما کتاب خوانده میشه، اما کتاب دنساد داخل است، اما کتاب پیروی مردم میکنه. اما در مقابل حدیث بخاری، حدیث مسلم، کتابای صحیح برش بکش، حدیث رسول الله را برش بکش، عمل سرش نمیکنه. شما ببینید امروز اینمی افرادگرایی غلو در حق علما، امو مرحله ای که امو عقیده ای که نصارا در حق علمای خود داشت، امروز دولت اسلامی در حق علمای خودشان است. بجاز از عالم مذهبی خود، عالم دیگری که هر قدر حق جو باشه، هر قدر مفسر باشه، هر قدر محدث باشه، هر قدر متقی باشه، سخنش نمیشنوه، سخنش حتی گوش نمیگیره. امروز افراد در کدام سرحد رسیده؟ از کجا شد این بلا و مصیبت بزرگ که ما را امت از خط مستقیم رسول الله منحرف ساخت؟ از کجا آمد؟ از همین جا آمد که ملت ناگاه بود، ملت نمیفهمید که عالم کدام مرتبه داره، پیغمبر کدام مرتبه داره، سخن رسول الله کدام سخن است، سخن عالم کدام سخن است، فرق در بین هر دو کدام است؟ کدام شخص که الله برگزیده، الله تصدیقش کرده، تاییدش کرده، در چشمش، در قلبش، در دستش، در زبانش، در سرش، در پایش، در اخلاقش، در روشش الله تایید میکنه و او را معصوم تلقی میکنه، سخن از او کجاست؟ و سخن یک عالمی که ما او را عالم میدانیم در حقیقت عالم هم نمیباشه. در وطن ما کالای سفید هر کس که پوشید، لنگی سفید ازد، چشما را سرمه کرد، عالم است. چپن درازش رو پوشید، عالم است. اما کسی تفکیک نمیتونه که عالم کی را میگه، عالم از کجا بیان میکنه. امروز تلویزیون ها هم یک تعداد مردم معاصره کرده، فتواهای غلط و ناحق داده رو ایستن، خلاف قرآن و حدیث فتوا داده رو ایستن، پیش مردم علمای بزرگ شمرده میشه. اما اگر نشسته شوه، اگر در گرد کتاب الله ورده شوه، اگر در پیش احادیث رسول الله ورده شوه، باز دیده میشه که عبارت صحیح حدیث پیغمبر خوانده میتونه یا نمیتونه. اما ملای اخباری، ملای اینترنتی، امروز مفتیای بزرگ تلویزیون ها جور شده، مردم پیروی از وا میکنه، قولی از وا پیششان سنت است. در بدر امت از امی خاطر شده که ما مقام نمیشناسیم. ما بسیار تاکید در اون جمعه گفتم که کل علما بزنه توحید به مردم نشان بده، امروز میگم کل علما بزنه مقام و منزلت رسول الله صلی الله علیه و سلم به مردم بیان کنه که مردم پیغمبر را بشناسه، مقامش را بشناسه، قولش را بشناسه، عملش را بشناسه، پیرویش را بشناسه، منزلتش را بشناسه. مردم پیغمبر را به این حیثیت نمیشناسه که کدام مقام داره، پیغمبر را فقط به میله جور کردن میشناسه، به نام میلاد، به نام یا محمد صدا کردن، به این نام نمیشناسه که قول پیغمبر چی بیان بر ما کرده، مرا چی هدایت داده. در نماز آمدیم، در نماز جمعه کجا بشینم، چه قسم بشینم، پیغمبر کدام ساعت بر ما خیلی افضل گفته، ما کی بیایم و چه قسم استاد شوم، کدام عمل انجام بدم، روزی هم سوال نمیشه و روزی هم سوال نمیکنیم. چرا؟ به خاطر که عمل کردی خود ما پیش ما خیلی اهمیت داره، نه عمل کردی رسول الله، در دنبال از او نمیگردیم. دیگه گپا را خو بگذار، در دیگه عمر زندگی خو رسول الله در یاد کس نمیه. کسی که بچه خود توی میکنه، اگر 100 نفر دوستایش ملا و عالم و آدمای متدین جمع شده میباشه، حضور برش میکنه که او مردکه توی بکو، برو از عالم سوال کو که رسول الله دختری خدا چی طور توی کرد، برو از عالم سوال کو که صحابه چی قسم توی کرده. این مردکه را جن میگیره، میگه در کلی عمر یک بچه دارم، یک خوشی دارم. 100 نفر سخنش قبول نداره، یک روزم سوال نمیکنه که رسول الله چه قسم کرده.
ادعاگرایی بی بنیاد و بی اساس خیلی زیاد است. هر کس میگه من امر پیغمبر محبت دارم، در نمازت تو نماز رسول الله را نخوندی، در سلامت سلامی رسول الله را ندادی، در خوابت خوابی پیغمبر را نکردی، در تعامت خوردن پیغمبر را نکردی، در رفتن رفتن پیغمبر را نکردی، در معاملات معامله پیغمبر را نکردی. ادعای محض از کجا پیدا میشه؟ ما اگر بزنیم عملت تنها بدانانیم که رسول الله چی حیثیت داره، قول رسول الله چی مقام و منزلت داره، او وقت باز میفهمیم، او وقت باز میدانیم که چه قسم اقوال علما، آرای علما، نظریات علما برابری با گفته رسول الله کرده میتونه یا نمیتونه. زمانی که حدیث پیغمبر در کتاب صحیح که امت اجماع کرده باشه برش بگوی به باد هوا میگیرشه، بری به مردم بگوی پایتانه بچسبانه، شانیتانه بچسبانه، حدیث بخاری شریف است، باز ببری که نعوذ بالله آنقدر نفرت داره که پای نزدیک میکنی تو میگی که خار در پایش خلیده دور میگریزه، برش میگی که حدیث بخاری است. به الله قسم ای علما، علما را میگم، ای علما، ای امت، در روز قیامت جاگیر شماست. ای کتاب بخاری را تو خواندی، تو برش زانو زدی، این مقام منزلت حدیث رسول الله را تو دانستی، چرا به مقتدیات نفهماندی؟ چرا به مقتدیات نگفتی؟ عالی کلانترین اعتراض برای مردم چیست؟ دیگه مولا نبود؟ تعالیر حدیث نبود؟ تعالیر کتاب نبود؟ این اعتراض مردم است. دور نمیرم، دیروز میگم قطعه گفته شده، دیروز ضرورت به این نیست که او طرف برویم. میگه چرا؟ یک تو مولاستی، هم یک تو حدیث هم شناسی، هی دیگه علما نیست، مردم چرا اینطور میکرد؟ ما گفتم از روزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرد، از ساعتی که وفات کرد و یک ساعت بعد عملی پیغمبر علیه السلام مردم ترک کرد تا امروز ترک کرده باشه تا این می لحظه را، و امروز به سند صحیح حدیث رسول الله، عمل رسول الله توسط حدیث ثابت شد که این عمل پیغمبر است، کل مخلوق نکرده باشه ما میکنیم. چرا؟ ما عقیده داریم که رسول ما کیست؟ محمد رسول الله. ما پیروی از او میکنیم، نقشه دین او بر ما میده، ما به عمل کرد پیغمبر عمل میکنیم، به عمل کرد کسی دیگر نمیکنیم. منظورم از مقام و منزلت رسول الله نیست که علما را توهین کنیم، اما با تاسف ما مقام علما را از مقام رسول الله کده بالا تراشیدیم. این بارها گفته شده، از دان عالم است، از دهن عالم است. عالم پرسان کردن که توی قدر به مذهب میگی، پیغمبر در کدام مذهب بود؟ گفته مذهب امام ابو حنیفه رحم الله بود. عالم ما تالی ری عقیده را داره که رسول الله در مذهب امام ابو حنیفه است. شما بگوی امام ابو حنیفه رحم الله را امام جور میکنه، مقتدا جور میکنه، و رسول الله را پیرو و مقتدی جور میکنه. شما ایره چی میکنی؟ پیغمبر اولو العزم عیسی علیه السلام دور نمیرم، در مسجد باقی بالا، در گردنه باقی بالا مولایا نشسته بود، 50 و 100 عالم بود، عالم تقریر میکنه ای مردم در آخر زمان، زمانی که عیسی علیه السلام پایین میباشه، در مذهب امام ابو حنیفه رحم الله میباشه. بگوی ما کدام طرف بریم؟ چی کنیم؟ ملت کی آگاه کنیم؟ این مقام منزلت رسول الله را در ذهن مردم چه قسم بشانیم؟ چه رقم الله متعال یاد میکنه یهود و نصارا را؟ و قالت اليهود عزير ابن الله، عزير پیغمبر است، در زمانی که یک شخصی هم تورات یاد نداره، مکمل تورات، عزير شخصی است که تورات مکمل یاد داره. از امو خاطر یهود میگفتن عزير علیه السلام مظهر یا نمایشگاه علم الله متعال است. هر قدر علمی که الله داره قطع عزیر علیه السلام هم است، هر قدر علم. امروز در یه امت تام مریدات در حق پیری خود امی قسم عقیده داره، امروز اهل تشیع را ببینه در حق امامای خود امی عقیده را داره که چیزی علمی که الله داره ایمه دوزدگانه هم داره. الله یهود میگه که وقالت یهود عزیر ابن الله، عزیر بچه الله است. پیش براتون گفته بودم ابن الله نه که از مادر تولد شده باشه، آثار پدر در بچه دیده میشه، خوی، اخلاق، رنگ، صفتش،
منظوری از وام می بود که خوی نعوذ بالله صفتای الله رنگ الله در عزیر علیه السلام دیده میشه. نصارا می گفت و قالت النصارا المسیح ابن الله، مسیح بچه الله است. صفتا رنگ قدرت ایده مسیح علیه السلام دیده میشه. یداهئون قول الذین کفروا من قبل، یا مشابه می سازه ای گفتاری خدا بمرای او گفتاری او کسانی که کافر بودن پیش از امو کسایی که کافر بودن مشرکین مکه وام می گفتن ملائکه بنات الله است. آثار صفتای الله متعال در ملائک دیده میشه. یک ملک یک جبریل امین اینقدر قدرت داره قط یک بال خود قریه ها را میورداره. الله متعال میگه قاتلهم الله، الله یار هلاک بسازه برباد شوه این قوم. مخلوق به امرای خالق برابر کردن، صفات الله را در مخلوق ثابت کردن، الله اکبر، بسیار سخت است. انا یوفکون کدام طرف چپه میشه؟ این مردم کدام طرف روان است؟ فرق در بین خالق و مخلوق نمیتونه. نصارا خود عیسی علیه السلام دیده بود که مرده را زنده میکنه به اذن الله، کوری مادرزاد به اذن الله توسط مسح کردنش بینا میشه، مرض برس توسط مسح کردنش به اذن الله جور میشه. موتو موتو در حق شیاطین که اولیاء الله برش میگی، ولی الله کیست؟ کلپا ببینه امرای کدام برادرای که هسته راستتان بگوی به مردم نشان بده، یک دفعه نشان بده ریش سفیدی لچ زنا برش میایه تعام بکو در کاسه برش میاره. او افتخار به ای داره که ولی تعام کاسه ما را ای ولی است بخوره لچ، کسی که سطر عورت نمی کنه در پیش سیاسرات دیگه مردم خوب بیبی. الله اکبر، این مردم کدام طرف است؟ در پنجره ها خود بند کرده، در قبرها سرای خود مگذاشته، چند کیلومتر کلپا را ببینی یک دفعه جهان ببینی که بگویی که عالم چی وظیفه و مسئولیت داره، بازم خو کنه، بازم نان بخوره، بازم نوبت پشتش بگرده، یا ملت به کدام حالت است؟ برو که چندین کیلومتر به چارغوک دسمال اینجا بسته کرده در پیش قبر حسین میه، گروپ ها را ببین جهان در کدام گمراهی روان است. پیغمبر آمده بود که این مخلوق آزاد بسازه از بندگی بندگان، از بندگی طاغوتا، از بندگی. امروز امید در این وطن ما، در این مسلمان ما دموکراسی آزادی است. بدبخت دموکراسی آزادی نیست، دموکراسی غلامی است. دموکراسی کل گیر غلامی امریکا جور کردن است. دموکراسی تسلیم شدن به چهار قانون خود ساخته دنیای غرب است. این آزادی نیست. آزادی توسط لا اله الا الله آمده که تو را میکشه. فقط بندی یک الله. کدام الله که خالق جهان است؟ کدام الله که رب العالمین است؟ کدام الله که الرحمن الرحیم است؟ کدام الله که مالک یوم الدین است؟ تو را آزاد کرده، انبیاء علیهم السلام آمده، ملت فامانده، شما انسان هاستی آزاد هستی، فقط بندی یک الله هستی، در بند یک الله قرار داری، در نظام یک الله قرار داری. امروز کلان کلان مردمی ما لاف از دموکراسی میزن، لاف از بیدینی میزن، میگه دموکراسی آزادی است. تالی یا آزادی چی را میگه؟ کسایی که نعوذ بالله قانونی که نظامی که بی بندوباری را، فحاشی و عیاشی را، عیش پرستی را، چیزایی که خواهشات نفسیت است او را پوره کنه در سری را، در سری سرک، این آزادی میگه. اینمی تقاضای آزادی مردمی بی دین است. این مردم دین نداره. یا آزادی را مفهومش نمیفهمه، یا میگه ما آزاد باشیم، چشم ما آزاد باشه، دست ما آزاد باشه، دهن ما آزاد باشه، پای ما آزاد باشه، هر چی که میکنیم ما از کی گله کنیم؟ کلان کلان مولای داد میزن از دموکراسی. یک روز دست این منبر نمیگه که ما به دموکراسی نیاز نداریم. آزادی را رسول الله به ما آورده، لا اله الا الله، ما را وابسته به یک نظام واقعی که الله ساخته.
که سعادت بشریت به او وابسته است. انسان انسان است. راستی تا نبگوید ای کاش که یک زنی که در مجامع غربی زندگی میکنه و یک زنی که یقیناً به قرآن و حدیث معلومات داشته باشه، کل اهل خانوادش ای را با او مقایسه کنیم، بعد از او معلوم میشه که انسانیت چیست. خب افسوسیست که در مسلمان و ایمان مطابق کتاب الله متعال و مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی نمیشه. ما مسلمان هستیم، زندگی کرده را هستیم، اما از نظام واقعی اسلام آگاهی نداریم. از نظام واقعی اسلام آگاهی نداریم. مشکل اینجاست، نه مرد ما و نه زن ما آن چیزی که اسلام از ما تقاضا داره برآورده نکردیم. حالی اگر قطع زنی غربی مقایسه کنیم، نمیشه مقایسه. مقایسه وقتی میشه که ما یقیناً پابندی از دین خود کرده باشیم، بعد از او باز هر فرد ما را مقایسه که با هر فرد دنیای غرب، هر فرد ما را که انسانیت چی را میگه، عزت چی را میگه، حیثیت چی را میگه، که عزت و حیثیت کی آورده، کدام اسلام آورده، کدام نظام آورده. مشکل اینجاست، مشکل اینجاست که ما دور ماندیم. در صدد جستجو و تلاش معلومات دین خود نشدیم. چی رقم زندگی را پیش ببریم، چی زندگی بکنیم، اهمیت دین خود را بدانیم. میایم در اصل موضوع خود. الله امتهای سابقه را بدعا میکنه، قاتلهم الله، الله یارا هلاک کنه، الله یارا برباد کنه، به خاطر که حدودی که الله وضع کرده بود او حدود نشناخت، از حد تجاوز کردن، پیغمبر از مرتبهش بالا کردن، در مرتبه اولویت صفات الله را به پیغمبر ثابت کردن. ای امت ما چی کردن؟ الله متعال مذمت نصارا را بیان میکنه، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، جور کردن، گرفتن علمای خدا، شیخا و بزرگای خدا، رب جور کردن، ارباب رب جور کردن بغیر از الله. رب عدی ابن حاتم رضی الله عنه نصرانی بود، اسلام آورده، در مجلس رسول الله آمد، از صلیب تا او وقتم در گردنش بود، پیغمبر علیه السلام برش میگه الک عنک الوطن، ای بت از این گردن دور بنداز، او رو دور بندازه. بعد از او پیش رسول الله میایه، استفسار عظمی آیت میکنه که یا رسول الله، در کتاب الله الله ما را معرفی کرده که ما علما و پیشوایای خدا رب جور کردیم، ما خود رب نگرفتیم، نه او را خالق میدانستیم، نه او را رازق میدانستیم، نه زنده کننده، نه میراننده. چطور الله ما را گفته که علمای خدا، بزرگای خدا رب گرفته؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم برش میگه که آیا چیزی را که وا میگفت که حلال است شما حلال میپنداشتیانی؟ چیزی را که وا میگفت حرام است شما حرام میپنداشتیانی؟ گفت بله. گفتم این رب است، همین بر رب گرفتن است. امروز پیر صاحب درس قرآن در این مسجد روان است، به مرید خود میگه که اگر در این مسجد رفتی خلاص هستی. او مرید در عمر در ترجمه قرآن نده. چرا؟ پیر صاحب برش گفته که رفتن به درس قرآن حرام است. تقریرش است از پیر صاحب، تقریر کرده که کسی امروز قرآن و حدیث میخوانه او گمراست، او کافر است. تقریرش است، گفتارشان است. در خانقه ها دیده دختر نکاح نمیکنه، خیرت است. پیر صاحب کمری از زیر بسته کرده. الله متعال میگه وان که حل ایاما منکم و صالحاتی والصالحين من عبادكم والصالحين من عبادكم، بنکاح بده، مردی که زن نداشته باشه، زنی که شوهر نداشته باشه او را بنکاح بده، الله فرمان داده. لیکن پیر صاحب کمر بسته کرده، دختر جوان میشینه. بله قتی پیر صاحب آزاد است. کدام میگه رب کی را میگه دیگه رب است؟ اکثریت مردم ما عقیده حلوله داره، حلوله. امو عقیده که نصارا قائل بود، میگفت عیسی علیه السلام عین الله است، عین الله، یک تایفیش امی قائل بود عین الله ایمانا،
الله حلول کرده در وجود عیسی. عیسی که سخن میگه سخن الله است، که کار میکنه کار الله است. در می کابلتان بابا جان یک پیر است، مریدایش در حقش امی عقیده را داره. بری کلیپش ببینه، قطع اهل تشیع مناظره داره، عالم قطع عالم اهل تشیع. او برش میگه که بابا جان سخن که میگه سخن خودش نیست، سخن الله هست، الله در وجود از او آمده. امروز ملت در کدام حالت میمیره؟ از این دنیا رحلت میکنه. مفهوم کلمه لا اله الا الله را میدونه یا نمیدونه؟ عقیده نصاراست؟ نصارا خو عیسی علیه السلام دیده بود بعضی کمالاتش که به اذن الله. امروز از این چی کمال دیده ای؟ از این که تو برش قائل هستی. در مناظره تلویزیونی یک جناب خیست گفت نعوذ بالله نعوذ بالله الله در سرگین است. در تلویزیون میگه. ما کدام طرف بریم؟ الله متعال لعنت میگه سر یهود و نصارا. صاحب کتاب هستن، قومایی که انبیاء علیهم السلام برش آمده، اما حد و اندازه پیغمبری خدا نشناخته، از حد و اندازه بالا تراشیده. ابن الله برش گفته، ثالث ثلاثه برش گفته، عین الله برش گفته. الله متعال واره لعنت میگه، بدی از واره بیان میکنه. موتو اگر امروز عالم ما، الله اکبر، در یک کتاب دیدم کلان عالم است، اما عالمی که امروز مردم سرش اتکا داره، دیوبند که میگه دهنشان آب پر میشه، نوشته کده والحق والانصاف ان هذا امر چیست؟ صحیح، حق امیس انصاف امیس، که اینی گپ امی تو راست. لیکن نحن مقلدون، ما چیستیم؟ مقلدین استیم. حق انصاف خوی نمی موضوع است، لیکن ما مقلدین استیم، نمیپذیریم. خلاف حق چیست؟ باطل. خلاف انصاف چیست؟ ظلم. ما خیر است، با باطل و ظلم روان استیم به خاطری که مقلد استیم، وگرنه حق و انصافی است. گوش بگیری که ما عالم خود در کدام سرحد رساندیم. به صدها نفر وقتی که برش میگی که اینی سنت است، چی برتان میگه؟ بله در حدیث است، سنت است، در مذهب ما نیست. در کجا نیست؟ در کجا نیست؟ در مذهب ما نیست. شما بگویید که حدیث پیغمبر بالا برد یا قول مذهب؟ بگویید دیگه مقام منزلت رسول الله کجا شد؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم، ای آیت مصداقش کی میگرده؟ به انصاف گپ بزنیم، به حق تسلیم شویم. بگویم یک عالم خدا انقدر بالا میتراشیم؟ نه 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 نه، به صدها نفر یه عقیده را داره در پیروان مذاهب که امامشان بالکل یک سخنی خلاف هم نزده، یک سخنی باطل هم نزده، یک سخنی باطل هم نزده. ابوبکر رضی‌الله‌عنه خطا شده یا نشده خطا؟ ما عقیده داریم بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم افضلترین امت کیست؟ لیکن ابوبکر رضی‌الله عنه خطا شده یا نشده؟ خطا شده، خطا شده. این را براتان گفته بودم پیش در معرفت سلفیت، این موضوع را براتان گفته بودم که ابوبکر رضی‌الله عنه خطا میشه، امام شافعی رحمه الله خطا نمیشه، امام احمد ابن حنبل رحمه الله خطا نمیشه، امام مالک رحمه الله خطا نمیشه، امام ابو حنیفه رحمه الله خطا نمیشه، یا یک عالم دیگه خطا نمیشه. لیکن مردم عقیده داره که خطا نمیشه. ملت کدام طرف بره؟ چی کنه؟ کدام عقیده را از خود کنه؟ از این دنیا با کدام عقیده سفر میکنه؟ کدام عقیده را داره؟ کدام عقیده را داره؟ و رهبانیت نبتدعوها ما کتبناها علیهم، از خود ایجاد کردن اعمالی را که ما سرشان فرض نکرده بودیم خود ایجاد کردن. فما رعوها حق رعایتها، ابتغاء وجه الله، ایران به خاطر طلب رضای الله. امروز هم بسیار مردم بدعت ها را ایجاد میکنن به خاطر طلب رضای الله. نه رسول الله را کرده، نه صحابه کرده، نه تابعین کرده، نه تبع تابعین کرده، مردم میکنن. مردم هم کار کرده رو ایسته، از کجا میکنن؟
غلوه در دین مذموم است، غلوه در دین نادرست است. ما حدود بشناسیم. غلوه در اصطلاح چی را میگه؟ تجاوز از حد که در یک شی زیادت کرده شود، یا در مدحش، یا در ذمش، یا در محبتش، یا در دشمنیش، یا در عیبش، یا در صفتش، یا در فعلش، یا در ترکش، تو بگیری حد از او را نشناسی، ای را به نام غلوه یاد میکنه. معیار غلوه از کجا شناخته میشه که کدام چیز از حد زیاد شده؟ سوره فاتحه برای ما میگه بعد از اینکه معرفی کرد خط مستقیمه، رای مستقیمه که صراط الذین انعمت علیهم، امور را تعقیب بکنیم، رای امو چار طایفه را، بعد از او راهای سلبی شم میگه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. در جهان دو طایفه ادعای کتاب آسمانی را داره و خود برتر از کل بشریت میدانه، یکی یهود یکی نصارا. اما قرآن برای ما تعلیم میده که در هر رکعت از الله متعال دعا طلب بکو که یا الله رای منعم علیهم برای ما نشان بده. منعم علیهم مردمی است که مغایرن با امرای کسانی که غضب شده و با امرای کسانی که در گمراهی هستند، با امرای کسانی که یهود هستند، با امرای کسانی که نصارا هستند. یهود تفرید کردن، پیغمبران علیهم السلام در حد پیغمبریش عقیده نکرد. عیسی علیه السلام ولد و زنا گفت، نعوذ بالله. در پاچای روم شیطانی کرده که این مردکه پاچایی تزبین نبره، او را وادار به این کرد که عیسی علیه السلام دنبال کنه و بعد از او محاصره کنه تا که ای را اعدام بکنه. لیکن نصارا در حق عیسی علیه السلام غلوه کردن، از حد تجاوز کردن، او را در مرتبه پیغمبری نگذاشتن. ما در هر رکعت خودم این دعا را کرده را استیم که الله ما خط مستقیم بپیماییم، راه انحراف در ما پیدا نشود، نه تفرید و نه افراد. اما ما الله رحم بکنه، ما در حق اولیای خود آنقدر هم افراد کردیم هم تفرید. یک طایفه تفرید میکنه، ولی را او مقام و منزلت و عزتی که الله برش قائل است برش قائل نیست، کرامتی که الله برش داده او را برش قائل نمیشه. ای با مثل یهود وار تفرید است. لیکن طایفه دیگه ولی را صفات الوهیت دادن است. امروز در افغانستان ما اکثریت مردم این عقیده افراط داره. کدام قبری که گنبد داره، کدام قبری که بیرق بلند سرش بسته شده، او هم حاجت رواست، هم مشکل کشاست، هم شفا دهنده است، هم دیوانا را جور میکنه، هم اولاد میده. کل صفتهایی که از الله متعال است او را برای ازو قائل هستیم و میگیم در رکعت نماز خودمون جمع استاد هستیم، میگیم که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. علمای ما کدام طرف بره که سوره فاتحه را تعالی را به مقتدی خود نفهمانده که سوره فاتحه مطلبش چی است. تو هر مرتبه در سوره فاتحه دعا کرده را استی که ما از جمله یهود و نصارا، از جمله تفرید کننده و افراد کننده جور نشام. اما ما واقع شدیم، ما واقع شدیم. علمای خود حلال کننده حرام کننده عقیده کردیم، نظریات و افکار و اجتهادات عالم خود وحی آسمانی تلقی کردیم، فکر کردیم که اینمی هست دیگه، کلش غلط و باطل است، بجز از این دیگه دین نیست. و در حق اولیا عقیده کردیم که یا عجت روا و مشکل کشا اولاد دادنی و شفا دادنی است. این عقیده است فعلا در بین مردم است. مسئولیت علمای ما چقدر خطیر و بزرگ است که ملت چه قسم بفهمانه سوره فاتحه را که یک ماه برشان درس بگویه یک لفظ، که یاره بدانانه که تو در نماز استاد میشی توری عقیده، اینی عقیده باید داشته باشی، این سوره فاتحه تو را اینی مسئله را تعلیم میده، اینی مسئله را برات بیان میکنه که بفهمانیم. اما امت بیچاره در حالت جهالت قرار داره. از او خاطر است تعمق در دین، زیاده روی در دین ممنوع است. ابن مسعود رضی الله عنه نقل میکنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم، هلک المتنطعون. تنطع چی را میگه؟ کسی که تعمق میکنه، غلوه میکنه، تجاوز از حد میکنه، اینطور مردم ها را پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ هلاک شده، برباد شده، متنطعون. سه مرتبه رسول الله صلی الله علیه و سلم این را گفته. از او خاطر معیار تجاوز از حد امیر میگه
که آدم عقیده کنه. آن چیزی که شریعت برات مقرر کرده محمد رسول الله بنده الله و پیغمبری الله است. علم غیب نداره. شفا داده نمیتونه. اولاد داده نمیتونه. آواز کسی را بدون اسباب شنیده نمیتونه. صفات صفات الله متعال است. صحابه کرام با وصف که تمام حالات رسول الله را به چشم سر مشاهده بکرد، کمالات پیغمبره، معجزات پیغمبره، بس و اوقات حالات سرشان رو نما میشد از زیاد محبت با رسول الله صلی الله علیه وسلم. لیکن زمانی که کلمه حق برشان میرسید باز استوار بودن، مستقیم بودن. رسول الله وفات کرده. عمر رضی الله عنه از محبتی که با رسول الله داره شمشیر بیرون کشیده به مردم میگه کیست که بگویه که پیغمبر وفات کرده؟ کسی بگویه سریش میبره، کسی گفته نمیتونه. اما ابوبکر رضی الله عنه در سر منبر بالا میشه، خطبه ایراد میکنه، بیان میکنه، من کان یعبد محمدا صلی الله علیه و سلم فهو قد مات. کسی که محمد عبادت میکرد وفات کرد. و من کان یعبد الله فهو حی لا یموت. کسی که عبادت الله را میکرد و حی است نمرده. عمر رضی الله عنه میگه زمانی سخن ابوبکر رضی الله عنه را شنیدم ده هوش آمد. یک دم او چرا افراط کرده ای؟ چرا از حد تجاوز کرده ای؟ شمشیر کشیده ای مردم هم میگی که کسی بگه پیغمبر مرده، من این سریش هم میزنم. الله اکبر، پیغمبر مرده. الله اکبر. آلی به سخن خود پشیمان، به عمل خود نادم، به کلمه حق تسلیم، به خاطر که رای مستقیم از بین نروه، افراط نشوه، زیاده روی نشوه. ابن قیم رحمه الله می فرماید که شیطان دو نزغه داره، یعنی دو کشش داره در هر انسان. او بسیار دکتر فامیده است. اول ارزیابی میکنه وجود یک شخصه که آدم از کدام ناحیه منحرف شده میتونه. ابن قیم رحمه الله میگه شیطان دو کشش داره در هر انسان. اول انسان مطالعه میکنه که این انسان جانب منفیش خیلی غالب است یا جانب افراطش خیلی مثبتش خیلی غالب است. یک تعداد مردم از یک جانب گمراه میکنه، او را قناعت میده که تو باید در حق اینوی موضوع تفرید بکنی. اما نفر دیگه که خیلی شجاعت داره، خیلی همینطور پوینتای مثبت داره، او را از حد بالا میکنه. امروز هم در جامعه یک تعداد مردم ما آنقدر بی‌اعتنایی در مقابل دین داره که هیچ در قصه شام نیسته. اما مردم دیگه ما در سرحد میرسه که باز کل گیر قلم چیسته؟ بگوید تکفیر قطش است. حدی که الله برا ما در دین وضع کرده، شناخت و معرفت از این فرض و ضروری است، روان شدن به این خط مستقیم برا ما و شما ضروری است که ما باید بشناسیم و روان باشیم. و بار بار میگیم که اهدنا الصراط المستقیم. از او خاطر در حق کسی عقیده کردن، مثلا پیغمبر از پیغمبری بالا تراشیدن، تجاوز از حد است. تجاوز از حد است. زمانی که از این عقیده بالاتر شد، گفتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم امروز هم در مشکل امت رسیدگی میتونه، این صفت کیست؟ الله متعال است. و یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. آیت قرآن کریم است. اگر برای تو تکلیف برسه بلا اسباب، بلا اسباب ظاهری، کسی اینمی مشکل دور کده میتونه؟ بعدات حصر ذکر شده قرآن میگه غیر از الله دیگه کس نیسته. اما امروز مریدات در حق پیر صاحبی خود عقیده داره، میگه پیر تا که زنده بود و قدر زیاد کمک نمیتونیست، به خاطر که در کالبود جسد روحش بود. آلی از کالبود جسد روحی از او آزاد شده. آلی در هر جای برم در فریادت میرسه کتابایشان رو مطالعه کنی، تقریرایشان رو ببینی. عقیده داره در حق پیر صاحبی خود. کدام پیر؟
یک روز مدرسه رم نخونده، یک آیت قرآن ترجمه کرده نمیتونه. بجز از صفات شیطانی در او چیز دیگر دیده نشوده. عبادات الله را به شیوه دیگر، عبادت به زبان میشه یا قلب خیز بزنه. کدام روایت و سند داری که صحابه کرام ذکر را به قلب میکرد، سینه‌ش طور دغدغ میکرد؟ داری کدام روایت؟ کدام روایت داری که رسول الله در چوکی نشسته باشه و صحابه در گردش استاده شده باشه، صفاتای پیغمبر را بیان کنه که کامل است، مکمل است، در یک چشم آدم این در عرش میرسانه، همینطور صفاتای شکرده باشه؟ این ذکر گفته شده، این عبادت شده میتونه؟ امروز همی گپا هست یا نیست؟ و چشم سر میبینه و همی گپا میبینه، این کدام عقیده است؟ این از حد تجاوز نیست؟ حد الله را مراعات کردیم؟ معیار شناخت غلوه را باید بدانیم که هر چیز در حد خود ما قرار بدیم. بسا اوقات در موقعی که رخصت است، یک آدم در عزیمت عمل میکنه، رخصت نمیکنه. آدم مریض است، تکلیف داره، سخت است، آب برش ضرر داره، من دلم بالا نمیکنه، تعمم نمیزنم، من وضو میکنم. اینه میره میگه از حد تجاوز. تو معیار دین اعلان کردی، شریعت برای اجازه داده و تو نه. روزه سرت آمده، سخت سرت آمده، در حالت سفر هستی یا همینجا مریض هستی؟ نمیخورم. او برادر میبوری، زوف کده ای، نمیخورم. الله برای اجازه داده و تو نمیخوری. معیار شریعت بشناس. تو باید سر از این عقیده داشته باشی که خیر در آن چیزی است که الله برام بیان کرده، خیر در او چیزی است که رسول الله برام تشریح کرده، خیر در این نیست، در نظر و فکر من نیست که من از این کار بگیرم. ما حدودی که در دین بر ما وضع شده امور مراعات بکنیم. نماز جمعه میاییم، دو رکات تحیت المسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کرده، دو رکات، امر دو رکات کرده خفیف سبک. یک آدم میایه و آلی دو رکات تحیت المسجد سوره بقره را دی شروع میکنه تا که مولای امام این خطبه را خلاص میکنه و دو رکات تحیت المسجد خوانده رویسته. این مجاوزه از حد کرد، یعنی که در حد خود استاد شد، مجاوزه از حد کرد. رسول الله صلی الله علیه وسلم سبک گفته بود که تو بخوان. به طور مثال نماز صبح پیغمبر علیه الصلاه و السلام دو رکعت نماز سنت صبح در رکعت اول قل یا ایها الکافرون، در دومی چی؟ قل هو الله احد خواندم. یک آدم میگه نه، این بسیار سوره های کوچک است، من کلان دراز دراز سوره ها را داشت میخوانم. این تجاوز از حد میکنه، یعنی که استاده به حد است، تجاوز از حد میکنه. اصل کامیابی ما در تابیداری کیست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم، که حدود ما رعایت بکنیم. گپ در سر سختی آوردن سری خود نیست، خود در مشقت انداختن نیست، گپ در سر تابیداری است. در جایی که دین برات آسانی گفته بود آسانی را بگی، در جایی که سختی برات گفته بود سختی را بگی، در جایی که رخصت گفته بود رخصت را بگی، در جایی که عزیمت گفته بود عزیمت را بگی. خلاص، امی نام بندگی و دین است. الله متعال توفیق بده ان شاء الله. اقسام غلوه را در جمعه دیگر اگر حیات باقی بود تشریح میکنیم که غلوه هم در عقیده است و هم در عمل. و آیا امت اسلامی امروزی ما در دو مورد چقدر خطاها و اشتباهات داره یا نداره برای ما واضح میشه. بارک الله لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. استغفر الله لی و لکم و لسایر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. بیا ای که عمرت به هفتا درفت، مگر خوفته بودی که بر باد رفت. بیا ای که عمرت به هفتا درفت، مگر خوفته بودی که بر باد رفت. همه برگ بودن همه ساختی، به تدبیری رفتن نپرداختی. همه برگی بودن همه ساختی، به تدبیری رفتن نپرداختی. قیامت کی بازاری میمونی هن، منازل به اعمالی نکودی هن. قیامت کی بازاری میمونی هن، منازل به اعمالی نکودی هن. بزاعت بچندان کی آری بری، وگر مفلسی شرم ساری بری.
بزاعت بچندان که آری بری، وگر مفلسی شرم ساری بری، که بازار چندان که آگنده تر، تهی دست را دل پر آگنده تر، که بازار چندان که آگنده تر، تهی دست را دل پر آگنده تر، زی پنجه درم پنجه گر کم شود، دلت ریش و سر پنجه ای غم شود، زی پنجه درم پنجه گر کم شود، دلت ریش و سر پنجه ای غم